با درود به بینندگان عزیز تلویزیون ایران فردا، باز هم من در آن سوی خبر با شما خواهم بود حدود نیم ساعت و امیدوارم خبرهایی که ما برای شما عرضه می کنیم حداقل ویژگی های خاص خودش رو داشته باشه. دیروز ما خبر دردناک کشتن سید جمال حسینی، انسانی که دیرگاهی بود زندگیش رو در راه مبارزه برای آزادی و حق حاکمیت مردم ایران و حقوق بشر صرف کرده بود، خبرش رو به شما دادیم. صبح سه‌شنبه 14 مرداد، 5 اوت، پلیس ترکیه پیکر بیجان او را که نام واقعیش اسفندیار بهارمس بود، روزنامه نگار و فعال حقوق بشر و از مسئولان ارشد مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، در منزلش در پشت میز کار با قطراتی خون بر صورت و شیارهایی از خون در جاهای دیگه منزل پیدا کرد. مهستان بختیاری، خبرنگار ایران فردا در ترکیه، گزارش مشروح‌تری از این حادثه داره که شما را به دیدن اون دعوت می‌کنه. همونطور که در بخش‌های قبلی خبر هم اشاره شد، متاسفانه 2 روز پیش ما در ترکیه شاهد یک اتفاق ناگوار بودیم. مرگ نامعلوم و ناگهانی دوست و همکارمون آقای سید جمال حسینی، سردبیر خبرگزاری هرانا و از مسئولین مجموعه فعالین حقوق بشر. فقط در تکمیل اخبار قبلی اشاره بکنم که پس از این اتفاق و حضور پلیس شهر نوشهر، تحقیقات اولی از سوی پلیس آغاز شده. پیکر ایشون برای انجام تحقیقات بیشتر و کالبدش کافی فعلا به شهر آنکارا فرستاده شده. هنوز البته تا لحظه تنظیم این خبر این مسئله صورت نگرفته، اما مسئولین پزشکی قانونی قرار هست امروز پنجشنبه به این موضوع بپردازن و نظر خودشون رو اعلام بکنم. فقط نکته‌ای که میتونم اضافه بکنم این هستش که خب به جهت دوستی و شناخت نزدیکی که شخصا از ایشون داشتم، برای خود ما هم این اتفاق بسیار غیر منتظره است در اینجا، چون در طی مدت هیچ گونه نشانه و علائم بیماری یا حتی سابقه بیماری خاصی در ایشون دیده نمیشد. در واقع از سلامت کامل جسم و روان برخوردار بودن و خب به سبب مسئولیتی که داشتن تمام تلاششون رو روی پوشش اخبار و گزارش حقوق بشری گذاشته بودن. از این حیث هم برای خود ما هم تا حد زیادی این اتفاق غیر منتظره استش. با این همه فعلا نظری در این رابطه نمیتونیم بدیم تا مشخصا نظریه پزشکی قانونی و تحقیقات پلیس روال خودش رو طی بکنه، هرچند بر روی بسته به نوع فعالیت‌های کاری ایشون و تمرکزشون بر روی اخبار زندانیان سیاسی و حقوق بشری، طبیعتا در طی این مدت هم با حساسیت ها و تهدید های این فعالیت ها همراه بوده. ولی خب باز هم همونطور که گفتیم فعلا باید منتظر نظریه نهایی پزشکی قانونی و پلیس باشیم. البته تحقیقات پلیس محلی، چرا که موضوع هنوز از سوی اداره اطلاعات و امنیت میت ترکیه پیگیری نشده، بر حسب وظایف سازمانی و قانونی اونها تا پیش از صدور نظریه پزشکی قانونی نظری نمیدن و دخالتی نمیکنن. برای این آخرین اخبار در این رابطه بود. همینجا هم جا داره در گذشته ایشون رو به خانواده محترمشون و همه همکاران تسلیت بگم و آرزوی شکیبایی دارم. در همان آغاز انقلاب جنگ و دعوایی بین شماری از آخوندها در گرفته بود که من وارث نواب صفویم یا تو. صادق خلخالی میگفت وارث نواب منم، چون زمانی که نواب صفوی آدم میکش من هم بنزین خریده بودم تا جنازه رضا شاه را آتش بزنم. مرحوم حجت الاسلام گل سرخی که از دوستان نزدیک نواب بود میگفت نه، وارث نواب منم. از سوی دیگر آقای کرباسیان هم میگفت نخیر منم، چون روزنامه نواب را من در میآوردم. جنگ مغلوبه بود و سرانجام به جایی هم نرسید، چون میراث نواب صفوی آنچنان خونین بود که اگر کسی هم آن را میپذیرفت اسباب ننگ بود نه اسباب اعتبار. حالا محسن قرائتی، آخوندی که گفته بود شما 5 تومان کف دست آخوند بگذارید نمیتوانید از او باز ستانید چه برسد به حکومت، و حالا که رئیس ستاد اقامه نماز جمعه شده، میگوید که آخوندهای جمهوری ولایت فقیه مثل نواب صفوی نیستند،
مشکل جمهوری اسلامی دو چیز است. آخوندش نواب صفوی نیست و کت شلواریش شهید رجایی نیست. به این معنا که ما جوهر لازم را در انجام کارها نداریم. مشکل ما مشکل علم نیست. مشکل اساسی نداشتن ارزه و جوهر است. در پایانم در خصوص کمک جمهوری اسلامی به غزه گفت این همه فقیر در کشور وجود دارد، چرا به مردم غزه کمک میکنید؟ قرآن در پاسخ به این افراد عنوان کرده است زکات را هم برای فقرای خود اختصاص دهید و هم برای جذب دلها. همچنین چنان که اسرائیل غزه را تصرف کند دست نخواهد کشید. گزینه بعد خود ما هستیم. سرانجام معلوم نشد این آقا شعار نه لبنان نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران رو قبول دارد یا شعار آقای کدیور رو هم غزه هم لبنان. آقای علاءالدین بروجردی یکی از معاودانی که با خانواده خود از عراق به ایران اعزام شد و سپس در دوران انقلاب آتش سوزان، در زمانی که مسئولیت پرونده افغانستان را داشت واگذاری افغانستان به طالبان را سهه گذاشت و دریغ از کمکی به مرحوم آیت الله مزاری رئیس حزب وحدت و احمد شاه مسعود. این آقا حالا رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی است. ایشان از توافق ایران و انگلیس برای بازگشایی سفارت انگلیس در تهران خبر داد. خبرگزاری مهر از بروجردی نقل کرده که مصوبه مجلس مبنی بر کاهش سطح روابط ایران و انگلیس از سفیر به کاردار همچنان به قوت خود باقی است. رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی تصریح کرد در صورت بازگشایی سفارت انگلیس در ایران باید صدور ویزا در تهران صورت گیرد و این یک امر ضروری است. بروجردی افسود مصوبه مجلس برای بازگشایی سفارت انگلیس در تهران هیچ منعی ندارد. در حال حاضر سطح روابط ایران انگلیس در سطح کاردار غیر مقیم است، ولی وزیر خارجه پیشین بریتانیا آقای ویلیام هی گفته بود که به زودی کاردار مقیم خواهد شد. مجلس شورای اسلامی در روز چهارشنبه 2 آذر 90 طرح قطع روابط با انگلیس را تصویب کرد. آقای بروجردی از کسانی بود که زیر این طرح سینه میزد. در جمهوری ولایت فقیه البته همه چیز قابل درک است. امروز آقای بروجردی ضد انگلیسی است، فردا میبیند که روابط برقرار میشود و ایشان هم سهمی میخواهد چون با آقازادشان شرکت تجارتی دارند. بنابراین میگویند ویزا هم در تهران باید صادر شود چون به هر حال آقازاده، عروس، فامیل ها بتوانند راحت به بلاد فخیمه سفر کنه. ببخشید. مسئول امور زنان و خانواده آقای حسن روحانی گفته که دولت روحانی با طرح تفکیک جنسیتی در محیط‌های کار مخالف است. شهیندخت مولاوردی معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری اسلامی در انتقاد از اقدام شهرداری تهران گفت طرح تفکیک جنسیتی مورد تایید معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری نیست و دولت 11 نیز با آن مخالف است. به گفته وی اگرچه برخی دستگاه‌ها و ارگان‌ها اقدام به تفکیک جنسیتی پرسنل زن و مرد خود کرده‌اند، اما این طرح به صورت سلیقه‌ای اجرا شده و مورد تایید دولت نیست. سردار قالیباف که از چهره های محافظه کار سیاست ایران محسوب می شود در زمان انتخابات لباس اصلاح طلبی برتن کرد، رضاخان اسلامی شد، لباس شیک می پوشید، حرفای خوب می زد، صحبت از آزادی جوانان می کرد، اما برای جلب رضایت ولی فقیه لابد برای نامزدی در انتخابات آینده تفکیک را نادیده گرفت و گفت ما به طرح تفکیک که اگر قبول شده یا نشده کاری نداریم. ما میخواهیم در شهرداری زنان از مردان جدا باشند چون حیف است که زنی بیشتر وقتش را با مرد غریبه بگذراند و کمتر با شوهرش. ایشان گفته بودن غیرت دینی ایجاب میکند از معاشرت زنان و مردان در محیط های کاری جلوگیری شود تا
بدین ترتیب کانون خانواده لطمه نبیند. یادمون باشه در جریان انتخابات آقای قالیباف همراه همسرشون سفر میکردن و بعد برای زنان شور و حال زیادی نشان میداد. در ادامه جنجال ها پیرامون ماجرای تفکیک جنسیتی، آقای مرتضی طلایی که خود یکی از افسران نیروی انتظامی بوده مثل آقای قالیباف، نایب رئیس شورای شهر تهران، در اقدامی بی سابقه و در دفاع از طرح تفکیک جنسیتی به سمت یک خبرنگار زن هجوم برد تا مضرات تماس بدنی مردان و زنان را در ادارات به این خبرنگار زن ثابت کند. صادق لاریجانی هم با دفاع از اجرای طرح تفکیک جنسیتی در شهرداری تهران گفت در اجرای احکام اسلامی نباید از اتهام مرتجع بودن و عقب ماندگی ترسید. درسته، برای آقای لاریجانی این اتهامات اسباب افتخاره. در جمهوری کوران به هر حال به کسی صفت کوری بدهن ناراحت نمیشه، افتخارم میکنه. بریم ببینیم گزارشی رو در این زمین. مرتضی طلایی نایب رئیس شورای شهر تهران در اقدام بی سابقه و در دفاع از طرح تفکیک جنسیتی به سمت یک خبرنگار زن هجوم برد تا مضرات تماس بدنی مردان و زنان در ادارات را به خبرنگاران زن ثابت کند. خبرگزاری ایسنا گزارش کرده این اقدام عجیب از طلایی پس از پایان جلسه شورای شهر تهران و در واکنش به پرسش‌های خبرنگاران درباره طرح تفکیک جنسیتی سر زده است. ایسنا گزارش کرده طلایی پس از پاسخ یک خبرنگار زن به پرسش وی مبنی بر اینکه آیا شما حاضر هستید تنه 100 مرد در یک اتاق به شما بخورد، به سمت وی هجوم برده است. این خبرنگار زن در پاسخ به این پرسش طلایی گفته بود من میخواهم آزادی انتخاب داشته باشم و کسی با ایجاد محدودیت کرامت ندهد. آنطور که ایسنا گزارش کرده طلایی پس از شنیدن این پاسخ برای اثبات نظرات خود به شکل ناگهانی به سمت خبرنگار رفت که این اقدام باعث شد خبرنگار خود را عقب بکشد. در ادامه این گزارش آمده طلایی در این زمان با لحنی که نشانه اثبات سخنانش بود پرسید پس چرا خودت را کنار کشیدی؟ و افزود فرض اشتباه پاسخ اشتباه دارد. این اقدام نایب رئیس شورای شهر تهران و فرمانده سابق پلیس تهران بزرگ منجر به شکل‌گیری اعتراض‌هایی در شبکه‌های اجتماعی شده است. مرتضی طلایی در ادامه رفتار خشونت‌آمیز خود و در دفاع از اجرای طرح تفکیک جنسیتی در شهرداری تهران گفته است غیرت دینی اجازه نمی‌دهد که زنی وارد اتاقی شود که 100 مرد به او تنه می‌زنند و یا به یک دختر خانم در محل کار به هر قلم که میخواهند نگاه کنند. طلایی خطاب به برخی خبرنگارانم گفت شما نه شرع را قبول دارید و نه قانون، پس فمینیست‌ها را قبول دارید که هر حرفی که میخواهند میزنند. ما میگوییم اقدام شهرداری اقدامی است در جهت حفظ حقوق بانوان و ارتقای ضریب امنیت، آرامش و رفاه بانوان. در همین حال صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه نیز با دفاع از اجرای طرح تفکیک جنسیتی در شهرداری تهران گفته در اجرای احکام اسلام نباید از اتهام ارتجاع و عقب ماندگی ترسید. به گزارش سایت قوه قضاییه آقای لاریجانی در جلسه مسئولان عالی قضایی با قدردانی از محمد باقر قالیباف گفت این اقدام فارغ از گرایش‌های سیاسی کاری تحسین برانگیز است. لاریجانی همچنین با اشاره تلویحی به مقامات دولت یازدهم گفت عده‌ای در کشور مسلمات دینی را به بحث سیاسی تبدیل می‌کنند. وی با اعلام اینکه محیط‌های مختلط محیط مطلوب اسلام نیست گفته باید پرسید چرا برخی خجالت می‌کشند از ارزش‌های مبتنی بر نصوص دینی دفاع کنند. رئیس قوه قضاییه اضافه کرده معتقدیم پرهیز از اختلاط زن و مرد
به معنی برتری دادن مردان به زنان نیست و نباید فریب گرایش های فمینیستی را خورد. علی مطهری نیز با انتشار نامه‌ای خطاب به محمد باقر قالیباف از وی به خاطر جلوگیری از اختلاط کارمندان مرد و زن در شهرداری تهران قدردانی کرد و این اقدام را پسندیده و ملهم از دین اسلام دانست. آقای مطهری در نامه خود با استناد به برخی آیات قرآن از طرح تفکیک جنسیتی دفاع کرده و نوشته اسلام می‌خواهد ارتباط زن و مرد بیگانه در حد اقل باشد. این نماینده مجلس با انتقاد از معترضان به اجرای چنین طرحی در شهرداری تهران و برخی سازمان‌ها افزوده آنها دچار تجددگرایی افراطی شده و می‌خواهند اسلام را باب طبع زمان کنند. مطهری در بخش دیگری از نامه خود آورده ملاک ما در برخورد با زن اسلام است و باید کنوانسیون‌ها و معاهدات بین المللی را به سوی احکام اسلام هدایت کنیم. این نماینده مجلس در پایان از قالیباف خواسته تحت تأثیر هجمه سنگینی که علیه اجرای طرح تفکیک جنسیتی به راه افتاده قرار نگیرد و ثابت قدم بماند. اجرای طرح تفکیک جنسیتی در شهرداری تهران و برخی سازمان‌ها در 3 هفته اخیر با جنجال‌هایی همراه شده است. شهردار تهران با صدور دستوری کم سابقه زنان و مردان شاغل در بخش‌های مختلف این مجموعه را از یکدیگر جدا کرده و نام آن را طرح تکریم زنان گذاشته است. برخی روحانیون و نظامیان از این اقدام دفاع کرده و خواستار تسری آن به دیگر نهادها و سازمانها شدند. چطور آدم میتونه با یه اقدام یک بار خودش رو به زمین بزنه؟ با یه تصمیم، با یه حرف لغو. و دو چیز تو این گزارش توجه منو جلب کرد. یکی این که حیف از اون گلی که اون وسط گذاشته بودن در وسط میزی که آقای لاریجانی و بقیه ارباب ارتجاع کنارش نشسته بودن. و یکی آقای قالیباف. واقعا قالیباف به ثمن بخس خود رو فروخت. انفجاری در شهر ترابلس، دومین شهر لبنان، در شمال این کشور و نزدیک منطقه ارسال که گروه تروریستای بنیادگرای اسلامی از سوریه به اونجا رخنه کردن. انفجاری شامگاه چهارشنبه نزدیک پل الخناق در محله محرم این شهر رخ داد که به کشته شدن دست کم 1 تن و زخمی شدن 4 تن دیگر منجر شد. منابع خبری لبنانی این انفجار را ناشی از منفجر شدن یک بمبی که در 30 متری یک مرکز ارتش کار گذاشته شده بود می‌دانند. واحدهای ارتش لبنان با محاصره منطقه انفجار سرگرم بررسی و تحقیقات درباره علت و عوامل آن هستند. منابع خبری اعلام کردند که این بمب دستساز صدای انفجارش در منطقه شنیده شده است. شیخ محسن شعبان عضو هیئت علمای مسلمان گفت که بر اساس ارزیابی‌های اولیه هدف این انفجار شیخ مالک جدیده رئیس هیئت بوده است. وی در گفتگوی تلفنی با تلویزیون الجدید لبنان گفت خودروی حامل شیخ مالک و همراهان او که عازم منطقه ابی سمرا برای عیادت از شیخ سالم الرفاعی بود 3 دقیقه قبل از محل انفجار عبور کرد. نکته مهم اینه که در ارسال میگویند 2000 تن از افراد جبهه نصرت و داعش متمرکز شدند و بیش از 15000 تن در 20 کیلومتر فاصله بین ارسال تا مرزهای سوریه. این تعداد شگفتی برانگیزه. ارتش لبنان کار خیلی جالبی کرد. یک گروه 7 نفره از ژاندارم‌ها که در یک منزل در اختفا به سر می‌بردند با راهنمایی ارتش موفق شدند از محاصره بیرون بیان. چند تن از افرادی هم که از نظامیان گروگان گرفته شده بودند با پادرمیانی مشایخ سنی منطقه آزاد شدند. تروریست‌های داعش حالا برای مداوای زخمی‌های خود پزشکان را می رو باین و شهروندان موسلی را هم مجبور به اهدای خون کردند. به گزارش خبرگزاری‌ها شاهدان عینی اعلام کردند
تروریست‌های داعش با استفاده از بلندگو از همه شهروندان موصل و تل عفر خواستند که برای نجات تروریست‌های مجروح در حمله نیروهای هوایی عراق خون خود را اهدا کنند. تروریست‌ها شهروندان را تهدید کردند در صورتی که از اهدای خون امتناع کنند تیرباران خواهند شد. به گفته اهالی موصل، تروریست‌ها در روزهای گذشته برای مداوای مجروحان خود بارها اقدام به ربودن پزشکان این شهر کردند. در رویدادی دیگر هم عناصر داعش به 40 کیلومتری اربیل مرکز اقلیم کردستان رسیدند. البته جنگ و گریز در اون منطقه ادامه دارد و پیشمرگه‌ها نیز موفق شدن داعش رو از تعدادی از قرا بیرون کنند و همینطور بتونن جلوی آنها رو بگیرن که به منطقه‌ای که ایزدی‌ها فرار کردند در کوه‌ها نزدیک نشن. در استان نینوا منبعی اشاره کرده که نیروهای پیشمرگه روز چهارشنبه منطقه الکویر واقع در 35 کیلومتری شرق موصل رو از عناصر داعش پاک کردند. این منبع گفته در جریان درگیری نیروهای پیشمرگه با داعش 4 داعشی از جمله یکی از فرماندهان کشته و 50 تن زخمی شدند. خبرگزاری فرانسه از هماهنگی کردهای مسلح در عراق و سوریه و ترکیه برای رویارویی با داعش در موصل خبر داد. یک مسئول کرد نیز گفت 50,000 آواره در کوههای نزدیک به سنجار در صورت نرسیدن کمک با خطر مرگ روبرو هستند. خیلی عجیب. مالکی اگر رفته بود کار به اینجاها نمی رسید. سرانجام هم باید بره، جایی برای او در عراق نیست. در یمن یکی از مقامات امنیتی گفته که 5 سرباز ارتش این کشور در حمله شبه نظامیان القاعده در یکی از استانهای جنوبی این کشور به قتل رسیدند. به گزارش فرانس پرس این مقام امنیتی گفته است افراد مسلح عضو القاعده به سوی یک خودروی ارتش در استان چبوا تیراندازی کردند که در این حمله 5 سرباز کشته و یکی زخمی شد. این منبع توضیح داده که شبه نظامیان القاعده پس از این حمله از محل حادثه گریختند. این 5 سرباز در حالی که در این حمله به قتل رسیدند که 4 سرباز یمنی نیز در حمله مشابه روز دوشنبه در استان حضرموت کشته شد. روز شنبه 4 نیروی پلیس یمن توسط افراد مسلح القاعده در استان چبوا کشته شدند. این نکته رو در مورد یمن بهتون بگم که یمن واقعا در شرایط بسیار بدی به سر میبره. کشوری فقیر، مقدار اندکی نفت داره که بخواد صادر کنه. در شمال حوثی ها با کمک جمهوری اسلامی و قطر، دولت قطر عظما، قطری که حالا دیگه در هر جا در دعوای کره شمالی و آمریکا در نمیدونم جریان غزه هر جا نگاه بکنید قطر عظما مداخله میکنه. شما باید پولا بره دیگه، بعد این میلیاردهایی که از دزدیدن نفت ما گاز ما رفته باید جاهای دیگه خرج بشه. نزدیکترین روابط با اسرائیل داره، الجزیره داره مردم رو تحریک میکنه که بلند شین اسرائیلیا رو بکشید. نزدیکترین روابط با آمریکا داره، به القاعده کمک میکنه. شگفت، روزگار غریبی است. حالا القاعده هم کمک نکنه، حداقل الجزیره چنان برای اسلامی های اخوانی سینه میزنه که آدم باورش نمیشه که چگونه یه دولتی که خودش میکوشد از ارتجاع بیرون بیاد و خود رو برسونه به موقعیت بهتری حالا باید در این شرایط تلخ و خطرناک باشه. نخست وزیر لهستان حمله نظامی به روسیه رو جدیتر از هر زمانی دیگری فرض کرده. فرانس پرس میگوید دونالد تاسک گفته که اطلاعاتی دریافت کرده که احتمال ورود نظامیان روسی رو به خاک اوکراین افزایش میده. این اظهارات همزمان با انتشار گزارش‌هایی مطرح میشه که از افزایش شمار نظامیان روسی در مناطق مرزی با اوکراین حکایت میکنه. حتی میگوین تا 20,000 تن به اونجا رفتن و مستقر شدن. آقای پوتین رئیس جمهور روسیه نیز در گفتگو با خانم آنگلا مرکل تلفنی شب گذشته بر سر موضوع اوکراین گفتگو کرد.
وبسایت رسمی کرملین در این رابطه نوشته که سران دو کشور درباره تحولات بحران اوکراین به تبادل نظر پرداختند و خانم آنگلا مرکل خیلی ناراحته و گفته که مجازات ها علیه روسیه تجدید خواهد شد و تشدید. عذر میخوام. در فلسطین، در غزه، اسرائیل با تمدید آتش بس 72 ساعته موافقت کرد. آقای اسماعیل هنیه معاون رهبر حماس گفته که نخست وزیر قبلی هم بود در غزه، گفته حماس هنوز آتش بس را نپذیرفت. گفتگوهای غیر مستقیم میان گروه های فلسطینی و اسرائیلی ها در روزهای گذشته با پادرمیانی مصر ادامه پیدا کرده. گزارشی داریم در این زمینه که توجه شما را به اون جلب میکنه. اسرائیل میگوید حاضر است آتش بس 72 ساعته خود با فلسطینیان را تمدید کند. این در حالی است که به گفته حماس بین فلسطینیان و اسرائیل توافقی انجام نشده است. اسماعیل هنیه نائب رئیس دفتر سیاسی حماس گفت آتش بس غزه هنوز تمدید نشده است. موسی ابو مرزوق از اعضای ارشد جنبش حماس نیز در حساب توییتر خود نوشت هیچ توافقی در مورد تمدید آتش بس انجام نشده است. آقای ابو مرزوق با اینکه جزء حلقه داخلی جنبش حماس محسوب نمی شود، طرف مذاکرات با مصر بود که منتهی به آتش بس با اسرائیل شد. آتش بس فعلی روز سه‌شنبه حدود یک ماه پس از آغاز خشونت ها شروع شد و تا جمعه اعتبار دارد. روز گذشته مقامات اسرائیلی اعلام کردند هیئتی را به قاهره فرستادند تا گفتگوها را از طریق مصر ادامه دهد. گفتگوهای غیر مستقیم میان گروه‌های فلسطینی و اسرائیل در روزهای گذشته با میانجیگری مصر در جریان بوده است. در این مذاکرات نمایندگان گروه‌های حماس، جهاد اسلامی و تشکیلات خودگردان فلسطین شرکت داشتند. خواسته اصلی فلسطینیان پایان محاصره غزه توسط اسرائیل و بازگشایی مرزهاست. آنها همچنین خواستار دریافت کمک‌های بین‌المللی برای بازسازی منطقه هستند. در همین حال بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در سخنانی از جنگ ارتش این کشور در نوار غزه حمایت کرد و حماس را مقصر تلفات بالای غیر نظامیان فلسطینی دانست. آقای نتانیاهو که مقابل خبرنگاران بین‌المللی سخن می‌گفت اظهار داشت شدت بمباران غزه از سوی اسرائیل پاسخی لازم به حملات حماس بود. وی اظهار داشت این حملات قابل توجیه و متناسب بود. نخست وزیر اسرائیل گفت که مرگ هر غیر نظامی باعث تأسف است، ولی حماس مقصر این وضعیت است چرا که حملات خود را از مناطق مسکونی انجام می داد. در جریان نزدیک به یک ماه درگیری میان اسرائیل و شبه نظامیان حماس و جهاد اسلامی در غزه 1875 فلسطینی جان باختند که 430 نفر آنها کودک و 243 نفر آنها زن بودند. این در حالی است که اسرائیل میگوید 900 شبه نظامی در میان کشته شدگان فلسطینی بودند. اسرائیل نیز در این درگیری ها 64 سرباز و 3 غیر نظامی از جمله یک کارگر تایلندی از دست داد. چقدر منطق آقای نتانیاهو قابل توجهه. 1800 اند انسان را کشتیم برای اینکه حماس عاملش بوده. یعنی کسی دستشو بالا برده کشیده‌ای به صورت ایشون بزنه، مچش را قطع کردن با گنبد آهنینشون، بعدم تمام تن و مغز و صورت و چشمشو چاقو زدن و تکه پاره کردن. حالا میگن چون اون میخواست ما را بزنه ما این کار کردیم. هیچ اینا با هم هماهنگی و برابری نداره. 4 تا موشک آهن پاره زدن که هیچ کاری هم نکرد، اما شما رفتید ده ها هزار انسان رو آواره کردید، صدها خانه رو ویران کردید، 1800 غیر نظامی رو کشتید که 400-500 تا بچه و زن توشون بود و اسم این رو میذارید جنگ موجه، جنگی که باید این کار رو ما میکردیم. بسیار
اسباب تأسف. اسرائیل دریای کینه رو تبدیل به اقیانوس کینه کرد. خانم مرضیه افخم که معلوم نیست چرا به سخنگویی وزارت خارجه انتخاب شده، گفتن که جمهوری اسلامی تابعیت مزدوج خبرنگاران ایرانی آمریکایی رو که در ایران بازداشت شدن نمیپذیره. واحد مرکزی خبر میگوید خانم افخم در نشست هفتگی خود به اظهارات سخنگوی وزارت خارجه آمریکا مبنی بر لزوم در اختیار قرار دادن خدمات کنسولی برای خبرنگاران آمریکایی بازداشت شده در ایران واکنش نشان میداد. خانم افخم گفت سخنران معاون کنسولی ما در این باره مبتنی بر قوانین جمهوری اسلامی برای اتباع است و همانطوری که وی اعلام کرده ما تابعیت مضاعف را برای این افراد نمیپذیریم و تا امروز نیز قابل پذیرش نیست. روزنامه واشنگتن پست روز دوم مرداد اعلام کرده بود که سه شهروند آمریکایی از جمله جیسون رضاییان، خبرنگار 38 ساله این روزنامه در ایران، همراه با یگانه صالحی همسرش از روز 31 تیر ماه بازداشت شدند. آقای مهدی کوچکزاده نماینده پرسر و صدای مجلس و آنکه در سال 60 و 67 در سال 67 مخالفان نظام رو که هم دانشکدهش در شیراز بودن از توی ماشین جیپ به ماموران وزارت اطلاعات نشان میداد به علی اکبر ناطق نوری حمله کرد. علی اکبر ناطق نوری رئیس دفتر بازرسی آقای خامنه‌ای که میدونیم نامزد انتخابات بود در برابر خاتمی و از حمایت‌های رهبر برخوردار بود، حالا مدتی است که به سوی رفسنجانی رفته و حرف‌های پر از نیش و نوش نثار جبهه مقابل می‌کند. آقای کوچکزاده در نامه‌ای که خطاب به ناطق نوری نوشته این درخواست رو مطرح کرده که بله شما باید در حرف‌های خود تجدید نظر کنید. این نامه در واکنش به دو سخنرانی اخیر رئیس دفتر بازرسی خامنه ای علیه محمود احمدی نژاد نوشته شده. کوچکزاده نوشته مسئولیت داشتن در بیت رهبری نمیتواند مؤید تایید رهبری از جزئیات شیوه زندگی جنابالی و فرزندانتان یا آقای هاشمی و فرزندانشان باشد. کوچکزاده در پایان نامه خود اضافه کرده دعوا و اختلاف بر سر شیوه و سطح زندگی و رفتار کسانی است که بر پست ها و مدیریت های کشوری تکیه زدن. این همون آقاست که در مناظره با دکتر صادق زیباکلام گفت من یه نفره با خمینی میریم اسرائیل رو نابود میکنیم. به پایان آن سوی خبر رسیدیم. فردا و هفته آینده، در طول هفته آینده شما خبر رو به صورت دیگری خواهید دید، به این معنا که مستقیما گوینده با شما روبرو نمیشه، پکیج های خبری رو در کنار صدای گوینده ملاحظه خواهید کرد. همه شما عزیزانم را به پروردگار بزرگ می سپارم.